مجاهد کاکر از بنیانگذاران و نخستین رئیس تولو نیوز خبرنگاری بود که توانست بنیاد خبرنگاری حرفه‌ای بی‌طرف و توانا را در کشور بگذارد. شما بیننده نخستین مناظره ریاست جمهوری هستید. مجاهد کاکر برای نخستین بار مناظره انتخابات ریاست جمهوری را میان دو نامزد انتخابات در سال 1388 هجری خورشیدی تهیه و اجرا کرد. دکتر عبدالله عبدالله که در این مناظره شرکت کرده بود و سالها با مجاهد کاکر آشنایی داشت، این مناظره را کار بزرگ در بخش اطلاع رسانی در کشور می داند. مناظره ای را که به راه انداختن، مناظره طلوع که در اومه امرای رئیس جمهور موجود افغانستان که کاندید بودن در اون زمان مناظره داشتم، وسط افغانستان و فکر کردم که اونا بسیار کار کلان کرده بودن در اون زمان. مرحوم کاکر یک انسان بسیار با عزت، با کرکتر و انسان آبرومند بود. تعامل اجتماعیش، برخوردش با مردم بسیار برخورد انسانی و تعامل بسیار زیبا و خجسته بود. آقای یان کوبش، بیشتر از دو سال از شما نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هستید. او خبرنگاری بود که توانست از راه صفحه این تلویزیون رهبران، سیاستگران و مقامهایی را که کمتر با پرسش‌های سخت روبرو شده بودند با پاسخ‌دهی به مردم آشنا بسازد. در فصل جدید افغانستان که پس از کنفرانس تاریخی بن به وجود آمد، در میان خانواده رسانه‌ای افغانستان بی تردید که یکی از ستاره‌های پردرخشش بودند. با آنکه برخی از سیاستگران نخست در آغاز کار از وی دل خوشی نداشتند، اما پس آنها به دوستان خوب وی مبدل شدند. مصاحبه‌ای که می‌کردند بسیار با وزن مصاحبه می‌بود، معنادار می‌بود بسیار و عمیق می‌بود. از این لحاظ گاهی میشد که بحث جدی داشتیم در جریان مصاحبه، باز داخلش هم با خنده خلاص میشد. و روابط خود همیشه همراه همگی خوب نگاه میکرد، چی همراه مارشال فهیم میبود یا خود رئیس جمهور کرزای یا دوستای دیگه که هستن. مثلا دکتر سپنتا وزیر خارجه پیشین ما و شما که چندین بار مجاهد کاکر بسیار مصاحبه سخت همراهش کرد، وقتی که مجاهد مریض شد، یعنی بسیار کمک کلان برش کرد که مجاهد بره آلمان و در اونجا معالجه شود. من از آغاز کار زندیات مجاهد کاکر به پیشی خبرنگاری با ایشان افتخار آشنایی داشتم و یک همکاری بسیار صمیمانه و انتقادی میان ما همیشه برپا بود. آقای کاکر یک خبرنگار حرفه‌ای و توانا و انسان بسیار محترم بود. در صورت پیروزی شما تا پایان دوره کاریتان چه تغییری در سفره این بخش بزرگ از مردمان این سرزمین واقع خواهد شد؟ زدایش فقر چند طریقه اساسی دارد. تقاضای شهرها را، برگزاری گفتگوهای چالشی، مناظره ها و ایستادگی در برابر ایجاد محدودیت برای چگونگی اطلاع رسانی از کارکردهای مجاهد کاکرند که توانست راهی را برای فعالیت های بیشتر رسانه ها و ایستادگی آنان در برابر سانسور و شنیدن آوازهای مردم و آزادی بیان هموار بسازد. کاکر صاحبی او دوه ژورنالیستان نو صداغه نوای سبک دغه نوی ژورنالیزم چې په هغه کې ډېر د خلکو له لوري د پوښتنو مطرح کولو، د موضوعاتو مطرح کولو، دا د پیل که د نور ژورنالیستانو ته روحیه ورکړه تر څو هغه د ده په قدم قدم کېدي او هغه وکولی سي یو معاصر ژورنالیزم په دې خاوره کې پلی کړي. نقش و تأثیر گذاری رسانه ها را هم در تکوین یک فرهنگ جدید، هم در اطلاع رسانی، هم در فکر سازی در بین لایه های مختلف افغانستان به خوبی هضم کرده بودند.
مجاهد کاکر خبرنگاری نوین را در رسانه نوپای کشوری که می کوشید از زیر آوارهای جنگ بیرون شود تجربه می کرد. شریف حسنیار دوست و همکار پیشین مجاهد کاکر و ایرا خبرنگار صادق و حرفه‌ای در اطلاع رسانی می داند. و اساس شکستاندن طلسم از امو زمان آغاز شد. بدون شک روزهای سخت و دشوار را سپری کرد و هیچ گاه تن به معامله نداد و یک آدم بسیار قاطع در قسمت حق گویی و حقیقت گویی بود. به یاد دارم که در یک سال تلویزیون طلوع 6 دوسیه داشت در دادگاه های افغانستان. از طریق مراجع مختلف شکایت صورت می گرفت. از شورای علما تا سکتور خصوصی شکایت می کردند. از رهبران سیاسی که بسیار دل خوش نداشتند تا بسیاری از کسانی که متحجرانه فکر میکردند. اما آقای مجاهد همه این مشکلات را تحمل میکرد و با پیشانی باز تحمل میکرد و بالاخره طرف متوجه میشد که حق به طرف آزادی است و آزادی بیان یک اصل است. مجاهد کاکر در کجا به دنیا آمد؟ زادگاه مجاهد کاکر روستای عبدالرحمن خان در ولسوالی قره‌باغ کابل است. اونو آخر امیمار خانه بود. اونو خانه. این خانه ایشی من بود که مجاهد کاکر به می جمعشست. به این خانه. او در اینجا که اکنون از آن تنها دیوارهای فرو ریخته مانده است همچون دومین فرزند این پدر که به سختی می تواند صحبت کند به دنیا آمد. اکنون پس از مرگ پسرش وضع خوبی ندارد. این مردان از نزدیکان وی هستند و گواه بزرگ شدن او در این روستا بودند. از توانایی ها و ذکاوت او حتی در آوان کودکی حکایت می کنند. او نخستین آموزش ها را در مکتبی در همین منطقه تا صنف ششم فرا گرفت. ولسوال قره‌باغ که در حیات آمد در چند نفر در مکتب را می دید یک مقاله نوشته کرده بود. یک تاجر که هم خیشان ما می شد. اول نوزن لایق بود دیگر راجع به وطن یک مقاله خواست. بعد اینجا پادشاهخان این تاجر را گفت که برسید به 4000 افغانی به مجاهد. بده که آفرین اینه بچه. اما شور و شوق یادگیری پای او را به شهر کشانید. ولیسه حبیبیه آخرین نهاد تحصیلی در کشور است که مجاهد کاکر در آن آموزش دید. جنگ نفرت انگیزترین پدیده ای که این خانواده را ناگزیر به ترک سرزمین می سازد. پدر دست خانواده 5 نفری را می گیرد و راهی سرزمین بیگانه می شود. اما مهاجرت مجاهد جوان را از تحصیل باز نمی دارد. او در اسلام آباد در رشته های اقتصاد و ژورنالیسم تحصیل می کند و برای خود و خانواده یک زندگی بهتر می سازد. مجاهد هم در خپل فامیل سره، کاکاگانو سره، دی فقیر پلار سره، دی هجرت خواته مخکړه او پاکستان ته لاړ په اسلام آباد کې میش. بسیار زمتار د پاکستان تیر کړی، بسیار تنگ دستیار تیر کړی مې د پاکستان. و د مو پاکستان هم حتی دو جای سه جای کار میکرد، زحمت میکشید به خاطر خانه و د پولیش شوا میشید درس خود میخوان. مجاهد کاکر پس از سالها مهاجرت در سال 1382 هجری خورشیدی به افغانستان برگشت و 2 سال پس از آن در تلویزیون طلوع آغاز به کار کرد. پدرم که امروز 94 ساله است بسیار کوشش میکرد که برنامه‌های فرهنگی ما روش کنند و خصوصا در باره تصوف و عرفانی ها و استثنایی مجاهد کاکر کنم جای پیدا کرده بود و همراه صحبت کرد و بسیار
خوش آمدم به تیپش و برخوردش و فهم و دانشش. بعدا مجاهد کاکر استخدام شد. خب مجاهد کاکر بسیار از شخصیت بود که بسیار شکسته نفس و بسیار هیچ علاقه نداشت که در پیشتوی کمره حاضر شد. ما بسیار پشت کسایی میگشتیم که در نیوز فال باشه، خبر بخونه، تهیه کنه، پرودیوس کنه. خب یک روز صحبت میکردم با کسایی که نو استخدام شده بودن، گفتم این جوان کیست؟ گفتن مجاهد کاکر است. گفتم خب صحیح پشتو یاد داره، فارسی یاد داره؟ گفتن آ یاد داره، در نیوز تجربه داره. گفتن کم تجربه داره اما بسیار فهم دانش داره. خب راش یک چند دقیقه صحبت کردم، گفتم صحیح دیگه سر از فردا خود در نیوز کارو شروع میکنی. بیچاره بسیار وارخطا شد، گفت آقای موسینی، گفت من هیچ علاقه ندارم. شیوه که گپ میزد بسیار تو آرام بود. گفتم نه دیگه، ما خودت دیگه انتخاب نداری دیگه، خودت سر سوا کار شروع میکنی. اون تو استثنایی داخل تیم نیوز شد، کسی که در هیچ زمان در هیچ مقطع زمان تحت هیچ فشار ارزش های خبرنگاری را معامله نکرد و استاد شد. و من فکر میکنم ممی صفت از این باعث شد که تلو نیوز آن چه که امروز است از امون کارهای کاکر سبه بزرگوار سرچشمه میگیره. مجاهد کاکر در این سالها در راه بنیادگذاری خبرنگاری نوین در کشور روزهای دشواری را گذشتاند و توانست درباره پخش گزارش هایی که بر روند سیاسی افغانستان اثرگذار بودند تصمیم های سرنوشت سازی روی دست گیرد. تصامیم بسیار دشواره که منجر به این میشد فشارها از تمام طرف ها بیشتر شود، با استقلالیت کامل و با عدالت که تمام طرف ها به او باور داشت که خبر واقعا درست پخش میشه میگرفت. و ما در سالهای متمادی از تصمیم گیری های مجاهد کاکر بسیار آموختیم و او تصمیم گیری هایی را که اونا در سالهایی که در طلوع نیوز بودن اتخاذ کردن در عرصه کار خبری باعث شد تا یک فرهنگ از خبرنگاری مستقل بی‌طرف در اینجا ایجاد شود. شما در صورت اعتماد مردم و پیروزی فاسدترین کشور جهان را به میراث میبرید. کار نوین خبرنگاری به دور از فشارهای سیاسی و اجتماعی نبود که فساد از بین ببره. مجاهد کاکر یک وطن پرست، یک خبرنگار حرفه‌ای، یک عاشق این خاک بود. علت عشقش هم به وطنی بود که سالها از این کشور دور بود و در برگشتش به افغانستان پس از تحولات 2001 تانست که طعم وطن پرستی و این خاک بچشه. یک آدم خیلی استثنایی بود، کسی بود که ما جوانترهایی که بودیم از او خیلی چیزا میآموختیم و تجربه هایش بود که بسیاری از ما را به راه های خوبتر کشانید. چیزی که همیشه از کاکر مبیاد دارمی است که یک تعهد خاص داشت به کار خبرنگاری. نتیجه یک دهه کار مجاهد کاکر در افغانستان وی را به یک چهره پرآوازه و محبوب در میان مردم مبدل ساخت. که ما می آمد ساعت ها می ششتیم قصه می کردیم. بسیار وطن دوست، کوشش میکردیم که ایران بگیم چرا نمیری خارج، میگفتم این وطن خوب است. نگم با تاسف روز شد که مرا گوشه کرد، گفت یک مریضی شدید پیدا کردیم. هرچی گفتم چی است؟ گفت غیر علاج است. دیگه رفت. به یک جای میمان هستیم، کاکر صاحب عزیزم هست، اما تو یک توشک هوا رسه نیست. کاکر صاحب برش جای انداختیم، قرار دراز کشید. نگاه کلگی دمو قصه خودو، گپ خودو، کس قطبازی و کسی یک امی آدم هستو نیست. سعی کردم سعی کردم امی یک آن دفعه کلی خدا قیل میکرد، میگفت من بشه ایت نمیگفت مریض هستم، بسیار بخواه هستم، خسته هستم، شما خیر است، بچه هستین، خوش باشین. دیگر آره میگفت. اما اون شب مرا چرت برد که کاکر چرا تو شد؟ کاکر چرا مریض شد؟ بالاخره محفل با پایان رسید، کاکر خانهش بردن. بعد از امو دیگر کاکر سر بالا نکرد. اونم تو مایوس، اونم تو غمگین دفتر می آمد، پریشان، سردرد، کسل.
اما در سال 1393 هجری خورشیدی روزهای دشوار زندگی مجاهد کاکر آغاز شدند و نخستین دردهای بیماری سرطان را حس کرد. گردانندگی مناظره انتخابات ریاست جمهوری در همین سال آخرین برنامه‌ای بود که از وی بر جا ماند. ما مرز مشخص و قبول شده با پاکستان خواهیم داشت. حاکمیت ملی ما را آگاه شده بود که به بیماری سرطان خون مبتلا شده است. ناگزیر شد تا با خانواده‌اش برای درمان به آلمان برود. گزینه سفر جدی هست. باز ما چی کردم که یارا به مو ترتیبه که سرمایه زندگی چندین ساله مجاهد کاکر در کابل برخی یادداشت‌ها و این کتاب‌ها بودند که از وی نزد این عضو خانواده‌اش بر جا ماندند. همه قمی گفت که مریم امین معلومات که به من انتقال هم میداد این بود که من بچهش انتقال بدم. بیش از دو ماه را در شفاخانه در شهر آخن آلمان در بیهوشی کامل روی تخت شفاخانه سپری کرد. یادم از به من مسیج کردن که شفاخانه بیام، من اگذر خوب نمی کنم. من زود رفتم شفاخانه، در شفاخانه رفتم دیدم که تاو داشتن. امو شد برای ما دکترها گفتن که ششاشون او گرفته. بعد از او که در کما رفتن دو ماه در کما بودن و وقتی که دو ماه تیر شد دکترها و مجاید هیچ مشکلات کلان ما می بود که در ششاشون او بود و هیچ کم نمی شد. پای پا دنون کده بودن که امو او از شش می کشید. امو افته که می خواستن که ایره بکشه این ماشینه ششای مجاید خوب شد است است و ماشینه کشیدن و از کما پس از سر به هوش آوردنش و وقتی که مجاید به هوش آمد صدا کرد که به هوش آمد. اونها فکر کردن که امو شوه که ما برده بودم شانه که باز در کما که رفتن فکر کردن امو شوه از ای صبح شده. من از حواله میخیزم قار بود. خداوند به من زندگی دوباره داد و این زندگی دوباره را من مدیون دعاهای تمام وطندارای خود هستم، از شهروندای خود هستم و ازشان خیلی سپاسگزاری میکنم. خیلی ذره نوازی کردن، کوچک نوازی کردن و محبت خیلی در حق ما داشتن. وضعش بهتر میشود. در حدود 5 سال را گاه در شفاخانه و گاه در خانه میگذراند و این سالها را بیشتر با همسر و فرزندان مطالعه و پرورش گل و گیاه میگذراند. تشویش از این نداشت که فردا چی خواهد شد، با واسه که مرض مزمن و کشنده سرطان هر کسی را از پا در می‌برد. این سالها را گاه با ناامیدی و گاه با امید به برگشت به افغانستان گذراند. می‌خواست که یک موقع پیدا شود که اصلا یک دفعه بتونه پس بیایه افغانستان. و همیشه وقتی که میگفتین که افغانستان که بیاین چی میخواین بکنین، باز میگفت که من افغانستان بیارم میخوایم که دوستای خدا ببینم. اول میرم میگفت من میخوایم دوستای خدا ببینم، هم در طلو و هم از بیرون از طلو. و دوم گفت میگفت که من میخوایم برم یک کباب شینواری در شهر نو. پس از آن مدتی که بیماریش فروکش میکند دوستان تازه‌ای در آلمان میابد. او شخصیت برجسته داشت، بسیار انسان دانا بود. او از مریضی هیچ ترسی نداشت، میدانست که چه اتفاقی برایش میافتد. ملاقات با آقای کاکر ملاقات با یک دنیای دیگری بود. شخص دانا و دارای یک شخصیت فیلسوفانه بود. او شخصیت اثرگذار داشت و همیشه به صحبت ها گوش میداد. اگر بیماری او درمان می شد، او حتما به افغانستان برمی گشت. بزرگترین آرزوی او زندگی انسان دوستانه در افغانستان بود. اما بیماری تنهایش نمی گذارد. در اواخر ماه ثور سال 1398 هجری خورشیدی علایم بیماری دوباره به سراغش می آیند. در زمستان همین سال در شفاخانه بستری می شود و در حدود 4 ماه را در بستر شفاخانه بسر می برد. از دکتر پرسان کرد چندین بار که مشکل نیست به من، صرف
برام بگوین من چقدر وقت دارم، چون که می وقت من میخوام که با فامیل خود تیر کنم در خانه. این هم خصف میگفتن در وقت آخر. متاسفانه حالتشون بسیار خراب شد و ما نتانستیم که انتقال بتیمشانه در موقت به خانه. سرانجام بیماری سرطان این خبرنگار محبوب رسانه‌های افغانستان را پس از 51 سال زندگی پر افتخار به روز 15 ماه ثور از پا در آورد و او را راهی سفری بی برگشت ساخت. در وقت جان سپردنش من با او بودم. خیلی ضعیف شده بود. می دیدم که با شنیدن نام الله روحنا را می شد. او به بسیار راحتی جهان را ودا گفت. از مجاهد کاکر دو فرزند پسر به جا ماندند که با همسر مجاهد کاکر در آلمان زندگی می کنند.